سلام. تنها این امنیت و فقر نیست که دامنگیر حال این سرزمین است. فساد، استواری روابط بر ضوابط، ناکارایی افراد در پست‌های دولتی چون روابطش وزیر، رئیس، بالاخره مامورش ساخته است. اما این بار حرف متفاوت نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری که میگوید فساد و نبود هماهنگی بزرگترین چالش در وزارت‌های زراعت و وزارت آب. این اظهارات در نشست مشترک میان احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور و سرپرستان این وزارت‌ها و رئیس اداره اراضی مطرح شد. در این برنامه بمانید تا بیشتر بدانیم این نشست روی کدام مورد برگزار شد و چرا بین دو وزارت هماهنگی وجود ندارد. من نصرت منصور هستم. مهمانان من در بحث: رحمت الله بیژنپور، سخنگوی نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات، و فهیم الله ضیایی، رئیس آبیاری وزارت زراعت. همچنان باید یادآور شوم که ما خواستیم از نماینده وزارت آبیاری هم که در این میز با ما باشند، اما با تأسف از حضور در این بحث خودداری کردند. مهمانان، شما را به بحث خوش آمدید میگم. آقای بیژنپور، در آغاز میخوایم از شما بپرسم دقیقا این نشست ها به خاطر چی برگزار میشه و دنبال چه هدف هستید شما؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم شبکه یک، تلویزیون شبکه یک. سلام هم به جناب آقای فهیم ضیایی و فهیم الله ضیایی، مهمان وجاوند میز. اما ترتیبی که شما میدانین و در آغاز در نخستین سخن گفتین، تنها ناامنی و بی‌ثباتی نیست که چالش مهمی در افغانستان به وجود آورده است. بحث ناامنی به لحاظ اداری و اجرایی و نااستواری در کار مدیریت بزرگترین مشکلی هست که در 13 سال پسین متاسفانه دمار از روزگار اداره بیرون آورده است. مسئله فساد، درجه بندی فساد و در واقع تدریجی شدن روند به اصطلاح رشد فساد در افغانستان، اون مشکل اساسی است که در حقیقت شیرازه کلی توان و توش حاکمیت در واقع خراب کرده است. بنابراین دفتر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در اصلاحات و همگرایی جلالت مآب احمدضیا مسعود به اساس پالیسی ها و به اساس در حقیقت منشور اصلاحات که دولت کنونی در واقع او را باید در تمام سیستم حاکمیت تطبیق بکنه تا لااقل یک بخشی مهم، یک بخشی محسوس مانع برای رشد مدیریت و به اصطلاح اجرای فساد در دستگاه حاکمیت را در واقع مانع شده بتانند، بناهن برنامه گرفتند که تمام ادارات، تمام واحدها، تمام مؤسسات و تمام وزارتخانه های مربوط به دولت اسلامی افغانستان را در زیر ذره‌بین کار قرار بدن و به یک نحو مشورت های مهم سیاسی نیز صورت بگیره. در حقیقت این اداره تفتیش نمی کنه، اما این اداره گزارش می گیره. این اداره در واقع سعی می کنه که کلن همه سمت و سوی کار ادارات به یک نحو گزارش شود تا شفافیت به وجود بیاید. ما در واقع در پی ساختن یک فرم هستیم که این فرم در واقع جوابده کل خواسته های ما از ادارات و از وزارتخانه هاست. شما در یک وزارتخانه اگر 40 سال منتظر بمانین، خوب و بد شما با کسی مفهوم نمیشه. در حقیقت کارآمدترین آدم ها و ناکارترین آدم ها به یک سنگ وزن میشن. از این جهت اداره وقتی که پاداش را در واقع نداشت، محاسبه نگرفت و مسئله تقدیر و تقبیح وجود نداشت، در حقیقت شما دیگه اداره کرده نمیتوانین. بنابراین جناب آقای مسعود سعی میکنه که در حقیقت یک رکنی اساسی به کفایت در ادارات افغانستان تأمین بکنه تا دست کم ما بخشی از رگه های اساسی فساد در افغانستان رو شناسایی کنیم. سپاسگزار از شما. آقای ضیایی، میخوایم از شما بپرسم دقیقا آنچه را که امروز نماینده رئیس جمهور، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور از آن داشت، در وزارت زراعت فساد بیداد میکنه واقعا؟ و یک مورد، مورد دوم همی که چه ناهماهنگی وجود داشته بین شما و وزارت آب، مخصوصا در قسمت کار در سواحل دریای امو هم که امروز مورد بحث بود در این نشست؟ تشکر.
سلام بر شما و بینندگان تلویزیون یک و سلام بر شما آقای بیژنپور. بسیار خوشحال هستیم از اینکه پروگرام های را حکومت وحدت ملی در آن داخته که از قبیل ریفرم و جلوگیری از فسادهایی که تا امروز البته تا حد و اندازه به گوش مردم رسیده تا حد درست بوده این کار کرده نمیتونیم، ولی علتهای گوناگون داشته. خصوصا ما زیادتر کوشش میکنم که ربط از این موضوعات به انکشافاتی که نشده و باید میشد در 13 سال در سکتور آب و در سکتور زراعت در سکتور آبیاری به این اشاره بکنم. برلاوی از این شما اشاره کردین به ناهماهنگی ها یا نبود هماهنگی بین وزارت زراعت، وزارت آب و انرژی و بعضی ادارات دیگه که دخیل هستند در این سکتورها. البته واقعیت است و به یک جمله آدم خلاص بسازه علت ناهماهنگی را بگویم که واضح نبودن قانون آب است. اگر به یک نقطه آدم خلاص بسازه و در این قسمت میتونیم بحث داشته باشیم که به کدام علت ها تا حد کوشش شده داخل وزارت زراعت. کوشش هایی که صورت گرفته از طرف شما و از طرف وزارت آب چی بوده؟ چرا ایج انکشاف در کار سواحل دریای آمو صورت نگرفته در این مدت زمانی که شما مشترکاً با وزارت آب کار میکنید؟ البته اگر سوال مختص کنیم به سواحل دریای آمو بسیار بحث به طرف تکنیکی بودنش میره، اما اگر موضوع ازی باشه که چطور هماهنگی وجود داره یا چطور هماهنگی وجود نداره میشه دربارش بگویم. در قسمت از این که تا چی اندازه ما هماهنگی بین هم داریم، البته ای است که باید بگویم که اونا پیشواستن آب باید بر ما مهیا کنن تا ما بتانیم از او به زراعت استفاده کنیم. صلاحیت قانون آب بر ما اجازه نمیده که از دریا او یا آب مستقیما ما بر از یک دهنه جور کنیم و یک شبکه آبیاری جور کنیم بالاخره بریم طرف زراعت یا انکشاف زمینای زراعتی. اما در قسمت هماهنگی که با اونا داریم، چیزی که وام میکنن ما به تعقیبشان هستیم. یک موضوع. موضوع دوم، سکرتاریات آب یک پلتفرم بگویم یا یک چیز جور شده که ما تمام ارگانهای زیدخل آب همیش در اوجه با هم میشینن و هفتوار جلسات از اوست و در اوجه پلانهای خود و دستاورده خود همیش با هم دیگه شریک میکنیم برای از ما میتونیم هماهنگی کنیم وقت وقت. سپاسگزار از شما آقای بیژنپور. دقیقاً چه موارد عملی و چه طرحهایی را شما دارین که به اساس از او پیش میرین و واقعا میخواین که تغییر ایجاد بکنین در نظام کارایی در افغانستان؟ اساسا بحث تفکیک مطرح است. شماری از ادارات، شماری از وزارتخانه ها، شماری از واحدهای کلان اجرایی در افغانستان یا همگون هستند و یا در واقع دو نسبت جدای غیر ضروری. یعنی به این مفهوم که موجودیت ادارات موازی، ادارات مشابه، ادارات در واقع همسو که فقط یک کار به دو گونه انجام میدن این وجود داره از یک طرف. بعضی ادارات اضافی وجود داره در دستگاه های دولت، در ساختار دولت که اینا نیز موجودیتشان اضافی است، در واقع تورم تشکیل نشان میدن و به یک نحوه برای ملاحظه حضور فلان بزرگوار ساخته شدن در یک مقطع. یعنی در حقیقت به اساس کارشناسی در باب ضرورت ایجاد یک اداره و تشکیل ساخته نشدن. دقیقاً اگر یکی دو موارد از این ادارات شما در نظر شما مثلا ببینید که ما اداره مبارزه با فساد داریم، اداره تفتیش شورای وزیران داریم در حال حاضر، سارانوالی را داریم و نهادهای دیگری در خودی وزارتخانه ها داریم، بخش های تفتیش، تفتیش داخلی. همه اینا کار را انجام میتن که یک نهاد باید انجامش بده. اگر شما یک 200 تن آدم کارشناس خوب در دستگاه ریاست جمهوری داشته باشین، 200 تن تمام سیستم نظام رو میتونن چک کنن، هم برای کارآمدی، هم برای اجرای امور، هم برای خیلی از مسائل. اما با تشکیلات بسیار متورم و کلان نیست، شما حداقل کار نمیتوانید مطمئن باشین. از یک طرف ایناست، از یک طرف بعضی ادارات است که همسویی دارن به لحاظ پروژه ها، به لحاظ برنامه های انکشافی که یک برنامه مهمی ما داریم به نام برنامه کاردیف که بین وزارت محترم زراعت، وزارت محترم انکشاف دهات و همین گونه وزارت آب و انرژی در حقیقت اینا پروژه های مشترک پیش میبرن. مثلا راه های بین ولسوالی ها مربوط به وزارت انکشاف دهات است، اما راه های بین ولایات مربوط به فواید عامه است. باز پروژه های مربوط به وزارت زراعت است، بخشش مربوط به وزارت آب است. مثلا سواحل آمو مربوط به وزارت انرژی و آب است، اما در بسیار دریاچه های دیگه، رودخانه های دیگه، وزارت انکشاف دهات چنین کاری انجام میده. بنابراین در حقیقت
اینا نیز برای اینکه ما سیر تحول به اصطلاح اصلاحی را یا پروگرام و منشور اصلاحات را بیشتر تسریع بکنیم و کارشناسی صورت بگیره و دقت بیشتر بر سر لزوم اجراءات به وجود بیایه، چه به لحاظ تشکیلات، چه به لحاظ مدیریت، چه به لحاظ در واقع همسویی و هماهنگی یا در عین حال همسانی بودن در نهادها و ادارات. سه چهار تا مورد است که باید ما او را در واقع از نزدیک ببینیم، بررسی کنیم، شناسایی کنیم و پروسه اصلاحات تشکیلات و ساختار در نظام، پروسه اصلاحات مدیریت و کارآمدی و کارایی و از این موارد اگر اشاره بکنین. به خاطر اینکه شما ببینین یک پروژه مطرح میشه بین سه تا وزارت، حالت پیش میاد که اینا ادعا میکنن که عرصه کار ماست. نمونه دیگر این است که در عرصه های خدمات هم در نظر بگیرین، به خاطر اواید بین برخی از وزارت ها و بین شهرواله ها یا شهرداری ها اتفاقا اختلافاتی به وجود میاد. مثلا یک حد را در نظر بگیرین، به طور مثال حده جلال آباد در نظر بگیریم که مربوط بود درآمدش به ترانسپورت، اما شهرواله کابل میگفت چون شهر کابل است مربوط به ما میشه و این مسائل تا حال در طرز عمل کار این ادارات به صورت واضح روشن نیست. بنابراین هم در حقیقت برای کارهای متدیک در وزارتخانه ها مشکل داریم و هم به لحاظ کار رهنمایی یا رهنمودی. بنابراین اداره موجود، یعنی نمایندگی، دفتر نمایندگی فوق‌العاده رئیس جمهور و تحت هدایت جناب احمدجای مسعود، کارش این است که همه سیستم ادارات حکومتی در قدم اول، نهادهای اجتماعی در قدم دوم و بعد کل ساختارهای دولت تحت شناسایی و یک بازنگری قرار بگیرند. در حقیقت از زمان ایجاد برخی از این نهادها تا امروز برای کفایت و عدم کفایت برخی از نهادها هیچ توجه صورت نگرفته است. این است که ما باید در واقع به یک نحوی اون نخ اساسی درون این به اصطلاح مهره های چیده شده پهلوی هم در ساختار نظام به یک نحوی تکان بدیم تا حالتی به وجود بیاید. اساس کار ما مبارزه با فساد است، اساس کار ما اصلاح نظام است، اصلاح به مفهوم ساختار، اصلاح به مفهوم نحوه تشکیلات. اصلاح چقدر باورمند به همی هستین که واقعا میتونین مبارزه بکنین با فساد در ادارات دولتی؟ ببینید طبیعتا امیدوار هستیم که در افغانستان با تکیه بر نیروهای کارآمد در افغانستان یک مبارزه مشترک ملی، یک اجتهاد کلان ملی صورت بگیره تا ما در واقع او وضعیت رقتبار کنونی را که تمام رگه های کاری دولت به اصطلاح در حقیقت به هم دوخته شده و کارآمدی خود از دست داده یا سازماندهی و سازمانگری را از دست دادن، باید به یک نحوه ببینیم، بشناسیم. خب وقتی علت شناسی بکنیم، اقدام برای یک سری از به اصطلاح برنامه های جدید سهولت خواهد بود. من میخواییم چند تا مورد با شما شریک بسازم. در گذشته، در 13 سال که گذشت، نبود کابینه کارا و درست یکی از علل و عوامل بود که دولت گذشته نتونست کار بکنه، فساد دامنگیر شد. حالا اگه بحث با حاشیه نره، دولت حکومت وحدت ملی تا حالا قادر به تشکیل کابینه خود نشده، درست؟ باید. چقدر ما میتونیم امیدوار به این باشیم که ما میتونیم اصلاح نظام بکنیم و امیدوار به این که این کابینه کارا خواهد بود؟ ببینید خب طبیعتا در این شک نیست، یعنی حقیقت اول این است که دستگاه اجرایی نظام بسیار ضعیف است. این در حقیقت با استخدام افراد تحت حمایت یک تعلق گروهی، متاسفانه ما از شانس ورود افراد کارآمد در نظام در حقیقت محروم شدیم. یعنی نظام نتوانست در واقع ملاحظات کاری و یک سری از مفردات و مؤلفه های مؤثر برای گزینش افراد سودمند و کارآمد در جامعه را تطبیق بکنه. نسبت های مشترک بین یک سری از کسانی که منافع بزرگ در جامعه داشتند، دستگاه نظام رو به اصطلاح از توانایی و دور داشت. در حقیقت دستگاه نتوانست درست و نادرست و درست و درشت در حقیقت تفکیک بکنه. این است که شما یک آدمی که در یک ولایت ناکام است به ولایت دوم میبرین، ولایت دوم ناکام است به ولایت سوم میبرین، سوم ناکام است به چهارم میبرین. مگر این قحط و رجال که نیست در افغانستان؟ یک وزیر در یک وزارتخانه قادر به اجرای دقیقی کار نیست، به وزارتخانه دیگری میبرین. در وزارت محدودتر ناکام است، به وزارت منضبطتر و وسیعتر میبرین، پیچیده ترش میکنین. و خوب مشکل چیست؟ کسانی در حمایت فرد قرار دارن که دستگاه ریاست جمهوری
عاجز از به اصطلاح تطبیق اصول کاری است. وقتی حاکمیت قانون تطبیق نشوه، مقررات کاری و اصول تطبیق نشوه، شما در اداره ساختن دیگه یک گام هم برداشته نمیتوانید. و دولت جناب آقای کرزی دچار همین مشکل بود. شاید جناب آقای کرزی اگر شنونده حرف ما باشد دقیقا حس کنه که برای برخی از اقدامات در زمینه اصلاحات جان بر تنش نگذاشتن و هزار فشار از هزار نظر. آقای بیژن‌پور، موضوع کابینه ما دوباره برمیگردیم پس از یک میان برنامه کوتاه. دوباره برمیگردیم. به ادامه بحث خوش آمدین. آقای زیایی، در مورد زیاد امروز شخص جناب نماینده با صلاحیت رئیس جمهور از وزارت زراعت شکایت کردند که فساد گسترده و همچنان روابط خیلی زیاد در این وزارت باعث ناکرایی شده، همچنان در پروژه هایی که از این وزارت اشاره کردند، مثلا پروژه های کشاورزی و آبیاری زمین ها و ایجاد چند بندهای آب فوق‌العاده‌ای بوده که برای کشاورزی، برای زمین‌ها باید ساخته می‌شده. اینا مواردی هستند که شخص نماینده رئیس جمهور اشاره کردن. آیا دقیقاً در وزارت زراعت به همین پیمانه فساد وجود داشته؟ خب چند موضوع را می‌خوایم که در این مورد یادآور شوم. یکی که قسم قبلا اشاره کردم به قانون آب. در قانون آب که در سال 2009 قانون آب توشیح شده و در اوج مسئولیت‌های آبیاری به وزارت زراعت واگذار شد، ولی همی ترانسفر که باید میشد، همی اتو بگویم امکاناتی که در دسترس وزارت آب و انرژی داشت به صورت مکمل به دسترس وزارت زراعت قرار داده نشد. البته از قبیل تشکیل اگه بگویم صرف 33 نفر کارمند داره وزارت زراعت در بخش آبیاری در مرکز، 154 نفر در ولایت داره که در 34 ولایت اگه نرم جهانی رای بینین برای 1000 هکتار زمین زراعتی یک نفر کارمند آبیاری کار است. یعنی در حدود 3.5 میلیون هکتار زمین زراعتی داریم، باید 3,500 کارمند وزارت زراعت میداشت تا میتونست به طریق درستش. حالا جدای موضوع آبیاری، در مورد دیگه هم وزارت زراعت را برش به نوع اشاره شد که در پروژه های مثل توزیع گندم، توزیع تخمای اصلاح شده بذری، در این پروژه ها هم به پیمانه زیادش فساد وجود داشته در این وزارت. البته ما به سرعت برتان بگویم که قسمی که قبلا اشاره شد، اگر فساد در افغانستان وجود نمی داشت، یک واحد بسیار جدای دیگه به قسمت ریفرم و حکومت داری خوب تشکیل نمی شد. لازم باید شما که به عنوان رئیس آب در وزارت زراعت کار میکنین، چقدر اصل روابط را میپذیرین که در این وزارت همه افراد به اساس روابط گماشته شدند؟ ما تا جایی که ما براتون بگویم، ما دو پروژه بسیار کلان آب داریم، یک پروژه تنظیم آب بالای مزرعه است و یک پروژه دیگه که در حالت بگویم که حالت امتحانیش است که او به نام ظرفیت سازی بخش آبیاری است. در این دو پروژه ما به اطمینان کامل برتان گفتم میتونم که به صورت کامل، البته به اساس شایسته سالاری بوده، کسی که توانایی از او را داشته تانسته که در پستای مسلکی و جایی که باید باشن آمدن. و علت شمی است که برنامه اولی که تنظیم آب در مزرعه است، قسمی که اشاره کردم، ما یک پروژه بود که 25 میلیون دلار شروع کردیم و الحمدلله بانک جهانی بعد از بررسی های آخری خود 45 میلیون دلار دیگه هم در یه آخر که متعهد کردن که در یه بخش بر ما بتن. البته اگه اصل شایسته سالاری و اصل ایره بگویم که ما کار به اهل کار سپردن در اوجه ما نمی داشتیم، با یک نظام نمی داشتیم، هرگز ما به این نتیجه خوب نمی رسیدیم. و ما به یک موضوع دیگه که قبلا آقای بیژن‌پور صاحب اشاره کرد میخواستم یک مثال در اون مورد بگویم که چون بحث ما سر موضوع آب و تداخل وظیفوی تقریبا بین وزارت آب و انرژی و وزارت زراعت است، ما یک پروژه داریم به نام تنظیم آب بالای مزرعه که اگر قطع زوری بینیم، چون ما به اصطلاح بانک جهانی ادیشنال فاینانسینگ از 45 میلیون دلار میگیریم، نام پروژه را تغییر داده نمیتونیم، سیستم از وامت میگه. ولی وقتی که طرف دیگه ببینیم در وزارت آب و انرژی یک پروژه دیگه از به نام IRDP، ایریگیشن ریستوریشن اند دیولپمنت، خب
اگر نام وزارت زراعت ببینید، وزارت زراعت آبیاری و مالداری است. او طرف نام از وزارت است وزارت انرژی و آب. این حال آبیاری مختص شده که باید وزارت زراعت بکنه. چرا در اوجه هم یک پروژه به نام پروژه ایریگیشن یا پروژه آبیاری باید وجود داشته باشه؟ یک موضوع. و وزارت زراعت پروژه که برش دادن نتونستن نام از ایریگیشن ببنن، تغییر دادن به آن فارم. حالا که ما پلان داریم که قسم گفتم که در استرکچرینگ در فیز دیگه پروژه ما حتما نام از به ایریگیتد اگریکلچر یا بگویم که زراعت آبی باید تبدیل کنیم. این یکی از مثالهای است که تداخل وظیفوی یا بگویم که ادارات همجوار به هر اساسی که جور شده، یا مثلا قانون آب وضعیت نداشت، یا که اکثر وزارت ها کارهای اساسی که باید خودشان میکرد کردن نمیتونستن، کوشش کردن که یک چیزی بکنن که حداقل بگن که ما در این موارد هم چی کردیم. امروز همین موضوع را بسیار بخشین خلاص برتان میگم. چیزهای اساسی که باید وزارت آب انرژی میکرد و تا امروز نکرده، که عبارت از دم سفتی بگویم، یا اگر دیزاستر ریسک منیجمنت بگویم، یا ای که در قسمت آسیب پذیری که مردم افغانستان از ناحیه خشکسالی، از ناحیه سیلابا و خطراتی که از این که ما در مورد بندایی که داریم هیچ نفهمیم، هیچ تو سیستم حفظ و مراقبت وجود نداره، احتمال میره که یک روز هم یک خطر باشه. هر سه موضوع متعلق میشه با ارگان سومی که اینجا در داخل هستند در کارهای شما. اداره اراضی افغانستان چقدر شما را کمک کردن در این زمینه؟ خب اداره اراضی یک بحث بسیار جدا است. اداره اراضی موضوع یک کمک مشکلات امرای اداره اراضی در قسمت عزی داریم که ما میگیم چراگاه ها و به طور مثال جنگلات، ساحات حفاظت شده، چون این تمام از باید مربوط وزارت زراعت باشه. چرا فعالیت های زراعتی در اونجا رخ میده و اونا این امکانات رو ندارن که به اون قسمی که لازم است صورت حفظ مراقبت کنه. به طور مثال چراگاه ها، ما میفهمیم که چقدر گوسفند چقدر یک چراگاه بر اونجا علف بخوره. اگر از تعداد از او اضافه شد، باز چراگاه از بین میره، شاید در سال دوم باز هیچ سبز نشه. و یا ای که چراگاه را گرفتن یا جنگلات را گرفتن و در اونجا شهرک ساختن، به مردم های دادن که شهرک ساختش. البته این موضوعی است که کت آب بسیار کم ربط داره، ولی تقریبا تداخل وظیفه بگویم یا تو بگویم که یک موضوع است که باید حل شوه بین وزارت زراعت و اداره اراضی. سپاسگزار از شما. ما باز هم تکرار میکنم که ما نماینده اداره اراضی افغانستان را هم خواستیم که در این بحث با ما شریک باشند، همچنان نماینده وزارت آبیاری که متاسف از شرکت در این بحث خودداری کردند. پس از درنگ خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم، با ما باشید. باز هم به ادامه بحث خوش آمدید. آقای بیژنپور، طبعا تشکیل نشدن کابینه و میزمانگیر شدن تشکیل کابینه روی کار در ادارات دولتی اثرگذار خواهد بود. شما به عنوان نهادی که مشاوریت میکنین ریاست جمهوری را در مورد اصلاح نظام، گاه هم تاکید بر این داشتین که باید کابینه زود تشکیل شود تا خلای سیاسی یا خلای اداری با وجود نبیاید؟ خوشبختانه بیش از 40 نوبت است که هر دو به اصطلاح مسئولان تیم های انتخاباتی، یعنی هم دکتر سیب اشرف‌غنی و هم دکتر سیب عبدالله، با همدیگر صحبت کردن در باب تشکیل کابینه، در باب حصول تفاهم بر سر مسئله چگونگی مدیریت نظام به طور کل. اما به دلایل همین نزاکت های موجود، خب طبیعی است که یک سلسله چالش ها یا یک سلسله تفاوت های دیدگاه ها در نحوه مدیریت وجود داره. میزان برخورد مثلا تیم تحول و تداوم و میزان برخورد تیم اصلاحات و نگاه ها و افق دید ها نسبت به در واقع عناصر مانند مبارزه با فساد، مثلا تشکیل یک تیم به اصطلاح تیم حکومتگر خوب، تفاوت داره. یعنی طبیعتاً دقیقاً چه تفاوت هایی باعث شده که اینقدر زمانگیر شده؟ امروز که ما حالا اینجا همراه شما صحبت میکنم، 75 روز از حکومت وحدت ملی گذشته. متاسفانه همین است. آقای اشرف‌غنی احمدزی یا به عبارت دیگر دکتر محمد اشرف‌غنی
در واقع منشوری را که ساخته بودند به عنوان منشور تحول تداوم در اون نشان داده بودند در 100 روز اول مبارزات بسیار پیگیر و پیکارهای سخت بر ضد ناملائمات من جمله فساد و اینا را در واقع طی مرحله خواهند کرد. این در حالی بود یا این پیش بینی در زمانی بود که تیمی برنده باید کار خودش آغاز میکرد. شما دیدیم که در افغانستان وضعیت دیگری پیش آمد و جامعه جهانی به در واقع در اینجا پادر میانی کرد و خیلی از مسائل دیگر، یعنی جامعه به سمت بحران رفته بود معذرت میخوام و ما از درون یک خط سرخ بحران برگشتیم. به این منظور طبیعتا ملاحظات زیادی مطرح است. یک دولت مشترک، یک خانواده مشترک، یک جایگاه مشترک، مالکیت مشترک و هر چی باشه ملاحظات بسیاری خواهد داشت. نه تنها دولت وحدت ملی در واقع در 70 روزی کنونی نتوانسته است که نخستین گام برای تشکیل نظام و تشکیل حاکمیت برداره، بلکه ممکن است یک سری از به اصطلاح ملاحظات دیگه نیز مانع باشه برای اینکه این کار سرعت بگیره. تیم تحول اعتقادش این بود در دوران تبلیغات، در دوران پیکارهای انتخاباتی که در حقیقت هم ادارات مماثل از بین ببره و هم یک سلسله فشرده سازی کنه در کل ساختار نظام تا زودتر و خوبتر مدیریت کنیم. ما 26 وزارت نیاز نداریم، 17-18 وزارت برای افغانستان زیاد هم هست. این به مفهوم این نیست که ما بخشی از کارکنان دولت رو به در واقع داریم دور میگذاریم، بلکه ما ادارات دیگری ممکن ایجاد بکنیم که مؤثریت دارن، لزوم دارن و در واقع به اونا نیاز هست. به این ترتیب ما متاسفانه نه تنها نتوانستیم در این بحث بگذاریم، بلکه بحث چالش تفاهم برای تشکیل نظام. اگر قد تکنیکی تر صحبت بکنیم روی این موضوع، مثلا شما دو وزارت ملغا کردین با یک وزارت دیگه، درست؟ یا یک وزارت با وزارت دیگه، این همه کارمندای این وزارت ها را شما چگونه جاگزین میسازین و کار برشان خواهید داد؟ ببینید، یک وزارت مثلا وزارت مبارزه با مواد مخدر در نظر بگیریم، یک وزارت هست تشکیل محدودی است به عنوان یک ریاست، یک جا با معنیت مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله، اینا میتوانند در واقع یک معنیت باشند، درک معنیت جابجا میشن با همین تشکیل که حالا داره. همین نیروها چندان نیروی بسیاری نیست، این در حقیقت تشکیل بسیار طولانی نیست، مثل وزارت معارف که نیست که 250,000 پرسونل باشه و در واقع 10 میلیون منصوب دیگر به عنوان دانش آموز و به عنوان محصل و اینا. بنابراین ما متاسفانه نتوانستیم، این ملاحظه باقی ماند به خاطر اینکه تعدادی از کسانی که اکنون در پروسه اتحاد مشترک برای دولت وحدت ملی آمدن، برای اونا نیاز است که جایی باشه که استخدام شوند. بنابراین او ملاحظه اصلاحات در قدم اول دچار نقص شد، به این مفهوم که ما بعد از تشکیل حکومت ممکن است اقدام بکنیم بسیار زود در رابطه با اینکه ادارات مماثل برن کنار یا منحل شوند یا مدغم شوند یا لغو شوند، این در هر سه صورت. بنابراین مشکلات اساسی کابینه موجود مسئله کنارنشینی یا به اصطلاح کنار آمدن های برنامه ها و سلیقه ها در حوزه اجراست. به همین منظور امیدوار هستیم که هفته های آینده در واقع حکومت جدید نشانی شوه و مردم افغانستان از انتظار و از این وضعیت بیزار کننده بیرون آیند. سپاسگزارم از شما. آقای زیایی، موضوع دیگه که امروز رهبری وزارت زراعت مطرح کرد در این نشست، نبود بودجه و امکانات است. آیا واقعا بر شما همون بودجه و امکانات که باید در دسترستان قرار می داشت قرار نگرفت در این مدت؟ خوب، اگر باز برگردیم به موضوع آب که مشخصا درباره آب ما از برتان معلومات بتون، در سکتور آب به اساس یک برآورده که بسیار در این چند وقت ما کردیم، حدود 2 میلیارد دلار ضرورت داریم ما بتانیم او زیربناهایی که در سالهای 72 یا قبل از 72 در افغانستان برای زراعت جور شده او را احیا کنیم و با پای خود استاد کنیم و یک سیستم مدیریتی در اوج ایجاد کنیم که او خودکفا شود. به این معنا که او نمیشه، او کانال های کلان نمیشه که توسط میراب یا توسط مردم های توسط میراب البته اداره شود، باید یک سیستم مدیریت به یک کمپانی داده شود و اونا بتانن از لحاظ اقتصادی هم از او نفع بگیره به دولت برسانن و همچنان بتانن او را حفظ و مراقبت شکنن. دوم، موضوع کانال های غیر رسمی که در افغانستان ساخته شده، مثلا کانال امام صاحب و غیره و غیره که 18,000 کانال خرد داره
این باید به حالت بیاید که مؤثریت استفاده آب در اونجا صرف 25% است، باید بالا بره. موضوع سومی که ما حال چقدر کار صورت گرفته در این مدت زمانی که مثلا شما در این ریاست کار میکنین، چقدر برای بالا بردن سطح استفاده از این کانال ها کار صورت گرفته؟ خب افغانستان در سال 2003 بگویم 1.2 میلیون هکتار زمین زراعتی داشت که زیر آب بود، البته سال قبل از جنگ 3.5 میلیون، ولی حال در سال 2003 1.2 میلیون بود. فعلا از 2003 تا حال به 2.1 میلیون بالا رفته، یعنی به این معنی است که ما در حدود 900 هزار هکتار زمین زراعتی را ما و وزارت آب انرژی، هر دو وزارت و همچنان وزارت انکشاف دیات از طریق برنامه NSP و برنامه های دیگه که دارن، تانستیم 900 هزار هکتار زمین زراعتی را دوباره شما در مورد سوائل دریای آمو هم با وزارت انکشاف دیات یک پروژه داشتین با مشارکت با همبستگی ملی، درست؟ البته پروژه تحکیم سواحل دریای ما یک پروژه است که تمام ارگان ها باید به نوبه خود دویا کار کنه. به این معنا وزارت زراعت دو رقم تحکیمات ما داریم، یکی او را ببخشین اگر اصطلاحات انگلیسی گفتم استراکچرال داریم و نان استراکچرال، یعنی به شکل فیزیکی باید اونجا کار شود و به شکل غیر فیزیکیش. شکل فیزیکیش به طور مثال کدام دیوار در بغل از جور میشه یا دیوار استنادی یا کدام کار دیگه، و غیر فیزیکی از او فرش نباتیش است. فرش نباتیش مسئولیت وزارت زراعت است، در صورت که ما یک چیز تحکیمات فیزیکی داشته باشیم تا فرش نباتی در یک سیل دیگه شستشو نشه. و موضوع سیومی که در اوجه است بخش اجتماعیش است. بخش اجتماعی از او را باید مانند NSP برنامه های بتانه که بسیج سازی مردم در گردن بگیره تا در اوجه مثلا شیرین بویا یکی از مشکلات عمده از اوج است که از او طریق مردم نان نخوره. اگر ما بگوییم که معیشت بدیل بر از او کسایی که در شیرین بویا زندگی از وابسته است نکنیم پیدا، هر چقدر که تحکیم کنیم باز با شیرین بویش هم میکنن، خاک البته سست میشه و اندکترین سیلاب باعث شستشو تمام دریا. در قسمت معیشت بدیل هیچ همکاری صورت نگرفت با شما در این مدت زمان؟ البته ما صرف در قسمت فرش نباتی از او پروگرام های خود داریم، در صورت که کار فیزیکی از او یا تو بگیم اما استراکچرال مجرس که میگه شروع شوه فرش نباتی به تعقیب از خود بود. بعض برنامه های را از طریق وزارت انکشاف دهات برنامه آبرسانیش در سال 2007 به اوج تطبیق کردیم، البته ما در اوج کار داشتیم و او بگویم که بسیار بسیار چیزی نبود که دوام بکنه، چرا با بودجه بسیار کم یک کار بسیار خرد صرف بر نجات یک نقطه بسیار آسیب پذیر بوده، شکل اساسیش نبوده. سپاسگزار از شما. آقای بیشنپور، آخرین پرسشم از شماست که کلانترین مشکل را در حکومت گذشته چیزی با وجود آورد به نام پروژه. پروژه های گوناگون و متعدد در تمام وزارت ها سرازیر شد و پول های انگفته هم به آدرس وزارت ها آمد، بعد این باعث شد که یک سلسله فساد رشد کنه در ادارات دولتی. راه جلوگیری از فساد از طریق این پروژه ها را شما چقدر میتونین کنترل بکنین و از چه راهکار پیش میین تا این کنترل شود؟ خوشبختانه ما در تدارک برگزاری کنفرانس بزرگ ملی برای اصلاحات و حکومتداری خوب در افغانستان هستیم که با ساختاری تمام ادارات حکومت در او مطرح هست. دقیقا همون تطبیق شما اشاره کردید، مشکل اساسی در کل جامعه همین است که متاسفانه یک سلسله لزومات کار متاسفانه از دست رفته و یک سری از وضعیت های دیگری به وجود آمده است که مانع اجراءات در کل حکومت است. ما در حال حاضر کوشش میکنیم که اول یک دیدگاهی جدید به وجود بیاریم در رابطه با مسئله لزوم اصلاحات و تطبیق اصلاحات در افغانستان، چی به لحاظ تشکیلاتی و چی به لحاظ مدیریتی در کل سطوح، و از جانب دیگر ما پالیسی ها و در واقع پلان ها و استراتژی هایی را جستجو بکنیم که این مسئله تأمین کننده باشه. ترتیبی که گفتین پروژه ها و این جوها دو آفتی بود که در افغانستان آمد، اینا بسیار خوب است، این در واقع بسیار مفید است اگر بتوانه توسط افراد مؤمن به کار و مردم تطبیق شود. اما این پروژه ها ملی است، در دیگه کشورها کوشش میکنند که در روند ملی کردن تمام دستاوردها چه به لحاظ تکنولوژیک چه به لحاظ تطبیق تجارب در حقیقت این مسئله را توسعه بدن و انکشاف بدن، انکشاف توسعه بدن. اما در افغانستان متاسفانه پروژه ها دست به دست میشد، مثلا در وزارت هایی که با بر اساس پروژه سازی کار میکنند، این مسئله به خاطر اینکه حکومت قادر به این نبود که
همه پروژه ها را خود انجام بده، قرارداد میکنه، آفرگوشایی میکنه، او را به اصطلاح بین شرکت ها میگذاره تا اونا رقابت کنن و بیان مطابق قانون تدارکات در واقع اونا برشان داده شود. قانون تدارکات یک قانون پیچیده نابکار ناسودمند است که اتفاقا دمار از روزگار نظام بدر آورده است. در حال حاضر یکی از مهمترین بخش های در واقع کنفرانس ملی ما بازخوانی قانون تدارکات خواهد بود و ضرورت روند تطبیق اصلاحات و سپاسگزار از حضور شما مهمانان در بس. باید یادآور شوم که ما از نماینده وزارت آب هم در این میز دعوت کرده بودیم تا پاسخگو باشند برای شهروندان افغانستان و مخصوصا کسانی که در سواحل دریای آمو زندگی میکنند که امروز با مشکلات جدی روبرو هستند. همچنان نماینده اداره اراضی افغانستان که با تاسف در بحث شرکت نکردند. برنامه های تلویزیونی یک را از طریق رسانه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کرده میتوانید. از همراهیتان تا این دم برنامه سپاسگزارم. پاینده بمانید. خدا نگهدار.